اینجور مسائل با بزرگسرشون میان خواستگاری. منظورم اینه که من میفهمم، اما پدر و مادرم خیلی وقت فوت کردن و فقط یه خواهر دارم که خارج از کشوره، واسه همین من تنها اومدم. شما درست میگین، اما به همون یه خورده زمان بدین. زمان؟ ولی من میخواستم این وصلت هرچه زودتر سر بگیره. ببین پسرم، ما یه دوماد دیگه هم داریم و بدون مشورت با اون نمیتونیم تصمیم بگیریم، و پسرم تو این مسائل باید خیلی با فکر و دقت کار کرد. درسته میگه؟ حاجی صاحب، من میخواستم بهتون یه چیزی بگم. اگه یه لحظه تشریف بیارین. معذرت میخوام پسرم. بیا عزیزم. ای بابا، چرا منو علکی بلند کردی؟ اگه اینجا نمی آوردم باز چی کار میکردم؟ باز چی شده؟ شما شرایط خونه رو خیلی خوب میدونی، ولی باز خواستگاری به این خوبی رو رد میکنی؟ من که ردش نکردم نسرین خانم، ولی فوراً نمیتونم قبولش کنم. ببین حاج آقا، این آدم بزرگیه. اگه با این کارمون اون فکرت بهش بی احترامی کردیم و جواب مثبت ندادیم، دیگه هیچ وقت اینجا بر نمیگرده. اینجور چیزا دست خداوند نسرین خانم، ولی تو این مسائل مهم ما باید یه خورده فکر و دقت داشته باشیم. بشین اینجا. ولی مهمون تو خونه است. بشین، هیچی نمیشه. یواشتر. یه لحظه صبر کن. دستتو زیاد حرکت نده باشه. آرومتر. دراز بکش. خوبه نه؟ حالا خوب شد. خدا رو شکر، خدا رو شکر روز خانم صحیح و سالم به خونه برگشتن. من میرم صدقه بدم، آره امو، برای یه روز خانمت صدقه بده. خدا رو شکر. چی شده، درد داری؟ نه میدونم که درد داری. من میرم داروهاتو از تو ماشین بیارم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چیزی میخوای بگی؟ دانیالا، این شهرتون خیلی برای من غریبه. میدونم یه هایی اتفاق افتاد و همه چی متفاوت و غریب به نظر میرسه، ولی درست میشه. نفهمیدم چی گفتی. لازم نیست چیزی بفهمی، اما ممنونم. برای چی؟ تو به خاطر نجات جون من خودتو به خطر انداختی. هنوزم تو شوکم. اگه خدایی نکرده تو چیزیت میشد، چی کار میکردم؟ میرم داروهاتو بیارم. حالا خوشحال شدی؟ شاهنواز، دستمو ول کن، بقیه میبینن. خب که چی؟ ما قراره به زودی با هم ازدواج کنیم، مگه نه؟ اما هنوز که ازدواج نکردی. تو خوشحالیستی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ آخه چرا خوشحال نباشم؟ شاهنواز امروز مهمترین روز زندگی منه. واقعا؟ ولی به نظر نمیرسی. بیخیال، بگو پدر مادرت کجا رفتن؟ دومادشون اینجا نشسته و اونا بیرون دارن صحبت میکنن. اونا که نمیدونن خیلی وقته با هم ازدواج کردیم، و در ضمن الان مامان و بابا در مورد شما تحقیقات پرسجو میکنن دیگه، مگه نه؟
آخه مسئله ازدواج دخترشونه. یعنی اونو به من اعتماد ندارن؟ من شاهنواز عادلم، آدم معمولی نیستم. شاهنواز چی شد؟ چرا بهت برخورد؟ چرا برنخوره؟ من به خاطر تو اینجا اومدم و تو این محله فقیر و تو این خونه، وگرنه در حالت عادی من همچین جایی نمیرم. فقط به خاطر تو اومدم که برای من عزیزی. ببین شاهنواز، داری به هم توهین میکنی. یعنی این برای من توهین نیست که میخوان در مورد من پرسجو کنن؟ مامان بابات که باید نماز شکر به جا بیاره. حاج آقا، مهروی ما بارداره. اگه ما فوراً با ازدواجش موافقت کنیم، این راز مخفی میمونه، وگرنه دیگه هیچ آبرویی برامون نمیمونه. یعنی تو میخوای من این آدمی که داخل نشسته رو فریب بدم؟ من این کارو نمیکنم. ما مجبوریم، وگرنه آبرومون میره. مهروی مادر مجرد؟ نه نه، ما دیگه نمیتونیم پیش کسی سر بلند کنیم. به نظر من این آدم مهرو رو خیلی دوست داره، واسه همین میخواد با اون فوراً ازدواج کنه. یعنی تو میخوای من حتی در موردش پرسجوام نکنم، همینجوری دست مهرو رو بذارم توی دستش؟ اما شانس فقط یه بار در خونه رو میزنه و شاید این آخرین شانسمونه. خدا بهمون لطف کرده، واسه همین الان این آدم ها خونمون فرستاده. اون خودش خونه ما اومده، میخواد با دخترمون مهرو ازدواج کنه. ما دوتام همینو میخواستیم. خواهش میکنم حرفمو قبول کنی، وگرنه غیر از پشیمونی دیگه هیچی برامون نمیمونه. شما چرا نمیفهمید؟ شما بهش فکر نکنید، همین الان برین و بله رو بگین. اما به این آدم ها اعتباری نیست. اگه خدای نکرده از حرفش پشیمون شد چی کار کنیم؟ اون وقت کجا بریم؟ بهش میگم همین هفته عقد کنن، اونم خیلی ساده. این برای هممون بهتره. این شد حرف حساب. اما نسرین، شما چرا به این فکر نمی کنین که خواستگارمون از یه خانواده خیلی خوبه؟ در مقابل خانواده دانیالم از سرمون بلند میشه. هر دوتا دخترامون تو خانواده پولدار زندگی میکنن، مگه دیگه چی میخوای؟ خب خانم، سوپ شما حاضر شد. ببینم میشه لطفا گوشی تا از اینجا برداری؟ آه باشه، بذار کمکت کنم. خب باشو، بلند شو. حالت خوبه؟ آفرین. خوبه؟ خیلی خوب. الان باید این سوپو بخوری. چرا شما این کارو میکنین؟ منظورم اینه که خدمتکار هست. چون خودم میخوام. اگه این کارو دارین برام میکنین چون فکر میکنین مدیون من هستین، دانیال اصلا نیازی به این کارو نیست. که اینطور؟ تو فکر میکنی الان من مدیون تو هم؟ نه اینجوری نیست. من این کارا رو به خاطر بابا میکنم. یادت بابا چی گفت؟ گفت که باید مراقب عروسش باشم. یادت اومد یا نه؟ باید بازم بخوری. زود باش، یه قاشق دیگه. آفرین دخترم، تا
تو که میدونی من این چیزا رو اصلا نمیتونم بخورم. ولی بچه‌مون زحمت کشیده آوردی. شما فکراتونو کردین؟ پسرم میدونی تصمیماتی که با عجله گرفته میشه ممکنه تصمیمات درستی نباشه. ما یه خورده زمان میخوایم. همو من هیچی نمیخوام، فقط میخوام مهرو کنارم باشی. اما خب پسرم. حاج آقا شما چرا حرف شاهنواز پسرمو قبول نمی کنی؟ پس درسته، من این هفته همه چیو مهیا میکنم و یه عقد ساده برگزار کنیم. عقد ساده؟ عموجا من نمیخوام که بهتون فشار بیاد، بعدش من خودم یه ولیمه خیلی مجلل برگزار میکنم. اما پسرم طبق رسوم همیشگی خونواده ی دختر هم باید یه سری رسم و رسوم رو به جا بیارن، درست نمیگم؟ حرف شما درسته امو، اما چرا به این حرفا اهمیت میدین؟ شما فقط یه مراسم ساده برگزار کنین. من حواسم به بقیه چیزا هست و شما مطمئن باشین که دخترتون با من خیلی خوشبخت میشه. اتفاقی برام افتاده. از بودن کنار دانیال احساس خوشبختی میکنم و فکر میکنم کم کم دارم بهش وابسته میشم. خدایا اگه این خوابه، پس خدایا بذار همه ی عمرم تو این خواب بمونم. عروس خانم شما اینجا نشستین، من براتون سوپ گرم آوردم. اما عمو جون من اصلا اشتها ندارم. نه نگو، اینو باید بخوری. دخترم اگه اینو نخوری پس زخمت چطوری خوب بشه؟ راستی عمو جون دانیال کجاست؟ اون چند دقیقه پیش رفیشه دکتر، آخه ایشونم خیلی برات نگرم. اما الان که من حالم خوبه. آره میدونم دخترم، ولی از این که دانیالو اینجوری میبینم خیلی خوشحالم. اون خیلی شما رو دوست داره. خداوند شما رو از چشم بد و دشمن دور کنه. اما عمو جون کی میتونه دشمن ما باشه؟ دخترم اگه ناراحت نمیشی میخواستم چیزی بهت بگم. نه خیرمو. دخترم با خودت فکر کردی که اون آدم هایی که به دانیال حمله کردن کی میتونن باشن؟ عمو جون شما چی میخواییم بگین؟ دخترم من یه چیزی رو دلم سنگینی میکن. چه چیزی؟ ببین میدونی تو زندگی پسرم دانیال یه راز خیلی بزرگیه که اون ازش با خبر نیست. عمو جون چه رازی؟ شما چی میخواییم بگین؟ دخترم این اسمت خانومو که میشناسی مامان واقعی دانیال نیست. عمو جون شما چی دارین میگی؟ دخترم دانیال اومد، پیش دانیال هستن چیزی نگو. چه خبر؟ چی دارین میگی؟ آقا دانیال من واسه عروس خانوم سوپ آوردم. و ایشون هم حتما گفتن نمیخوان بخورن. بله ایرادی نداره، شما برین من یه کاری میکنم. آفرین، این سوپو بخور. دانیال باشه بذارین من خودم میخورم. چرا؟ چی شده؟ چیزی نیست، فقط شما دارین عادتامو خراب میکنی. من نمیخوام درگیر رویایی بشم که غیر ممکنه. اگه تو بخوای واقعی شدنش غیر ممکن نیست. دانیال کاش یه چیزی بگی، بگی دو من همه ی رویاهاتو به واقعیت تبدیل میکنم.
باید این سوپو بخوری. پیش من امانتی و باید حواسم بهت باشه. به جمع آفرین، سوپو بخور. حالا دختر خوبی شدی. نظرتون در مورد هشتم این ماه چیه؟ آخر هفتم است. ولی پسرم، خیلی برای این کار عجله نمی کنی؟ شما چرا نگرانی؟ خودم همه چیزو حل میکنم. زنده باشی. که اینطور، هرچی خدا بخواد. دخترم، برو شیرینی بیار به شوهر تعارف کن. زنده باشی. عمو جون. بله دخترم. عمو جون، اون موقع چی گفتی؟ خاله اسمت مامان دانیال نیست؟ یعنی باید بهش واقعیتو بگم. اگه به آقا دانیال بگه چی میشه؟ ممکنه تو درد سر بزرگی بیافتم و نتونم جبرانش کنم. نه اصلا نباید چیزی بگم. به چی فکر میکنی؟ به چیزی فکر نمیکنم. پس عمو جون چرا جواب سوالمو نمیدی؟ نه دخترم، منظورم اینی که عصمت خانوم مامان دانیال نیست. همه ی زندگی دانیاله و اونو خیلی دوستش داره، جونشو براش میده. عصمت خانومم براش همه کار میکنه. عمو جون شما داری منو نگران میکنی. دخترم، آقا دانیال کجاست؟ بالاست. پس من میرم غذا رو حاضر کنم. بیا. پروردگار خودت به دخترم کمک کن. خدایا به حال ما بنده های گناهکارت نظری بکن. دعای من حالش خوب بشه. ای خدا کمکش کن. مامان خیلی دیر شده، باید بریم خرید. شما هنوز حاضر نشدی؟ مهرو دعا. باز دعا چی شده؟ دعا تصادف کرده دخترم. مامان چی داری میگی؟ دارم راست میگم. مهرو امروز با دانیال حرف زدم، اون گفت که تصادف کردن. بفرما، خودت که داری میگی؟ هرچی اون گفت تو باور میکنی؟ از دست تو مامان، تو حرفای کیو باور میکنی ها؟ اینا همش ادا و فیلم اون داست که خود شیرینی کنه. اول واسه تو و بابا، حالا هم واسه اون دانیال. مهرو، من دارم این خبر بدو بهت میدم. تو به جای اینکه نگران بشی داری پشت سر دعا غیبت میکنی. غیبت نمیکنم. من هرچی میگم این واقعیته. نمیدونم دخترم الان حالش چطوره. خب اونم همینو میخواد دیگه. اینجا نباشه ولی بازم همه به فکرش باشن مامان. و شما؟ شما که اصلا به فکر من نیستی. خریدای عروسیم هم همین جوری مونده روی هم. واسه اون دعای لعنتی گریه میکنی. نمیدونم منم دخترتون هستم یا نه. بذار حداقل خبر خوب بودن دعا رو بشنوم. اون حتما خوبه مامان. شما هم پاشیم با هم بریم خرید. مهرو، این ذره خجالت بکش. تو اگه ذره نگران نیستی نباش، ولی دختر من بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. بدون شنیدن خبر خوب بودنش هیچ جا نمیرم. باشه، پس همینجا بشینین و براش گریه کنی. من با شاهنواز میرم خرید، شما هم به مشکلات خودت بپرداز. خدایا به دخترم رحم کن. خدایا خودت رحم کن. خدایا کمک کن حالش خوب بشه. خدایا بهش کمک کن دختر عزیزم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
شد؟ نمیدونم، یه دفعه پرید جلوی ماشین. یعنی تو نمیتونی جلوی خودتم ببینی؟ خانم سرعت من زیاد نبود، اون یه هایی پرید جلوی ماشین. برای خسارت گرفتن خودشون رو جلوی ماشین میندازم. برو پایین ببین کاری شده یا نه. باشه. عزیزم من بعدن باهات حرف میزنم، الان با یکی تصادف کردیم. خدافظ. آره باشه باشه، حتما به من خبرشو بدی. من تا یکی دو هفته دیگه اینجا میمونم. حتما باش، بعدن با هات حرف میزنم. بدش به من. من دانیال خودم میتونم. منظورت چیه میتونی؟ من اینجام دیگه. دکتر مگه بهت نگفت باید استراحت کنی؟ حالا تو اینجوری به دستات فشار میاری. من واسه چی اینجام؟ اسد؟ اون اینجا چطور؟ اسد تو که زیاد صدمه ندیدی نه؟ سلام علیکم خاله جان. نه من خوبم. طوری؟ نه تو خوب نیستی، بیا تو ماشین بشین. نه ممنونم خاله جان، من باید برم. من نمیذارم تو با این حالت جایی بری. تو اگه بفهمه خیلی ازم ناراحت میشه. نه، بشین. نه به زحمت میافتین خاله. نه زحمت چی؟ هیچ زحمتی نداره. امتیاز به اسد کمک کن بشینه تو ماشین. از این با احتیاط. آره. بذار درو باز کنم. الان چطوری اسد؟ من خوبم خاله. اگه میخوای ببرمت بیمارستان. نه خاله جون، اونقدرم صدمه ندیدم، کاملا خوبم. باشه. راستی حواست کجا بود که ماشین به این بزرگی رو ندیدی؟ تو تصادف کردی؟ چیزی نگرانت کرده؟ نه خاله جون، فقط حواسم پرت شد. آره اینم هست، گاهی اوقات اشتباه آدم و فکر و حواس براشون نمیذاره. راستی یادم اومد، این پرونده شکایت چی شد که این روزا در جریانه؟ به چی داری فکر میکنی؟ شما از کجا میدونین؟ چطور نباید بدونم؟ مادر شوهر دعا هستم و فامیل آقا شفیق. مگه این حرفا از ما پنهون میمونه؟ و همچنین تو این پرونده آقا شفیقم ازمون کمک خواسته. ببین من واقعا خیلی تلاش کردم تا قانعشون کنم و گفتم که بچه خودتونه، یه اشتباه کرده، بذاریم بره، اما اون قبول نکرد. مامانت حتما خیلی نگرانه. آره خاله. پس داری به چی فکر میکنی؟ به هیچی، فقط دنبال اثبات بیگناهیم. مدرک داری؟ پیدا میکنم. خوبه. Thank you.
مامانت داره زنگ میزنه. الو. سلام علیکم خاله جان، حالتون چطوره؟ و علیکی سلام، حال شما چطوره دانیال؟ زنمو کاملا خوبم، میخواستم با اتون تماس بگیرم که شما تماس گرفتیم. دعا چطوره؟ دعام کاملا خوب و سرحاله. پسرم میخواستم یه خبر خوشو بهتون بدم. واقعا؟ چه خبر خوشی داری؟ مهرو آخر هفته ازدواج میکنه، پسر خیلی خوبیه، خدا بهمون لطف کرده. دانیال پسرم، میتونم با دعا حرف بزنم؟ آره باشه، الان گوشیو میدم به دعا، یه لحظه بگیر. الو، سلام علیکم ماما. به به، دعا دخترم، حالت چطوره عزیزم؟ من کاملا خوبم، شما چطوری؟ منم خوبم، اهل خونه همه سلام میرسونن. یه خبر خوش دارم که باید بهت بگم. چه خبر خوشی؟ ببین، مهرو داره ازدواج میکنه عزیزم. واقعا؟ مهرو داره ازدواج میکنه؟ اما با کی؟ با رئیس شرکتش، خیلی آدم خوبیه، از خانواده پولداری هم هستن، خوش قیافه هم هست. بابات هم همین هفته تصمیم گرفت اونو ازدواج کنن. که اینطور؟ دستمو بگیر. چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ همین جوری. از شنیدن ازدواج مهرو ناراحت شدی؟ ببین من بهت دروغ نمیگم. آره من یه خورده ناراحت شدم، ولی آروم آروم به خودم میفهمونم. ببین دامن، نمیخوام فریبت بدم و نمیخوام بهت دروغ بگم. من یه خورده به زمان نیاز دارم که به این رو فراموش کنم. دا یه چیزی بپرسم. تو به من کمک میکنی که مهرو رو فراموش کنم؟ به کمکت نیاز دارم، کمکم میکنی؟ دو، به من نگاه کن. تو میدونستی لبخندت خیلی قشنگه؟ درست مثل یه سایه توی یه روز گرم، یا مثل یه هوای خنک بعد از بارون، از اینجور چیزه. لبخندت زیباست، فقط یه حرفمو باید قبول کنی. چی؟ بگین. با من دوست میشی؟ دوستم باش و به من کمک کن. این کارو میکنی؟ آره یا نه؟ آره. ممنون. لایا میری آرزو ہے
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باز داری به چی فکر می‌کنی؟ هیچی. خریدات تموم شد؟ نه که خیلی به فکر منی. اصلا نپرسیدی برای عروسیم چی خریدم. حتی شاهنوازم با هم نیومد. موقع عروسی دعا که خیلی به فکر بودی. مهرو، این کارایی که تو میکنی رقابت با دانیال و دعاست. این اصلا درست نیست. اوه، یعنی شما کارای منو رقابت با اونا میبینی؟ شاهنوازم دوماد این خونه است. به اونم باید همینجور احترام گذاشته بشه که به اون یکی احترام میذارین. مهرو، اول اینو بدون که شاهنواز هنوز به صورت رسمی دومادمون نشده، و دوم این که ما کی بهش احترام نذاشتیم. من خیلی خوب میدونم که تو این خونه چه اتفاقی میافته. مهرو، گاهی اوقات با این طرز فکرت متاسف میشم. قبلا این حرفاتو به حساب نادونی و بچگیت میذاشتم، اما الان این حسادت درونت حرفاتو زهردار کرده و از دهنت میاد بیرون. تو حتی اینم حس نمی کنی که این حرفات ممکنه قلب مامانتو بشکنه. دختر جان، این زهر و رفتار شما و بابا تو زندگی ما ورده. تعجب من از اینه که مامان خودم منو یه ذره هم دوست نداره. اگه اون دعا رو اینقدر دوست داشتین، پس همین که من به دنیا اومدم منو خفه میکردین و میکشتین. مهرو، چطور تونستی به من سیلی بزنی؟ من نه، بلکه این طرز فکر احمقانت سیلیت زد. راستی چرا یه کاری نمی کنی؟ تو پیش آقا شفیق برو و بهش این اطمینان رو بده که این مسئله اصلا تقصیر تو نیست. خاله جان، عمو شفیق حتی نمیخواد ریختم رو ببینه. ولی من مطمئنم که تو اصلا همچین کاری نمی کنی. پس تو یه کاری کن. تو با دعا حرف بزن و تلاشتو بکن، شاید بتونه کمک کنه. من خیلی تلاش کردم که با دعا حرف بزنم و حتی شنیدم که فعلا اینجا نیست. خب این که کاری نداره، من بهت آدرسشو میدم، اون به مری رفته. تو میتونی بری پیشش. آخه من چطوری میتونم برم؟ دانیال چه فکری میکنه؟ ای بابا هیچی نمیشه، من با دانیال حرف میزنم و خب تو که فقط میری باهاش حرف بزنی. دانیال هیچ مشکلی نداره. ولی خاله، اول با دعا حرف بزنم بهتر نیست؟ ها؟ ای بابا چه نیازیه به اون بگی؟ من خودم بهش میگم، تو برو. من برای خوبی خودت میگم. اون تأثیری که تو حرفای دعاست تو حرفای من اصلا وجود نداره. خونوادش حرف اونو قبول دارن، آقا شفیق هم همینطور. پسرم تو برو. نیازی نیست اینقدر فکر کنی. همینطور که امروز اتفاقی همو دیدیم، ممکنه خداوند اینو یه بهونه درست کرده باشه. فکر نکن، همین الان برو. باشه خاله، هر جور شما بگین. پس منو همینجا پیاده کنین، من خودم میرم. تو مطمئنی که خودت میتونی بری؟ آره خاله جان، من خودم میرم. ممنونم. خواهش میکنم، اینجا پیاده میشم.
تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.